سلام برابکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز میخوایم راجب کانادا خونه اجاره کار و لطفا کامنت و اینا بذارین که چی میخوان من راجع صحبت کنم اگه میخوایم امین شریختیه میتونیم اگه تو چینی بودی این بودی حقیقت محابم دارم من پشت میبرم خب این اول از همه که پیدا کردن کار و اجاره خونه چی جوری چون که صد درصد کسی میاد که اول از همه کار نداره کارم که داشته باشه کارش انقدر بهش پول میده که بتونه یه خونه اجاره کنه یا نه میدونی بره کارمند مکدونالد چه میتونه یه خونه اجاره کنه قبل اینجا ساعتی 17 دلار مینیمومی که با کار بکنی واسه کسی خدا رو شکر اینجا کار زیاده یعنی وقتی مثلا میری بیرون همه جو زده اینجا آدم میخوایم آدم میخوایم و یعنفو. کار شپرده زیاد هست که مثلا همین مکنانی که مثال میزنی یا مثلا تو بانک بری کار بکنی کار خوب ها نه که مثلا کار بد کار خوب زیاد هست که این کارا رو بکنی ولی بهت همون 16 دلار 17 دلار پول میدن و باهات مثل سگ رفتار میکنن حق انتخاب هیچی نداری حق اجازه نداری روز در سر کار خیلی 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 بهت گیرن ولی میگم دیگه پول بهت میدن یه کار فول تایم بگیری بالای 32 ساعت میگن فول تایم معمولا وقتی فول بگیری به 40 ساعت بد میدن هفته ای 5 تا 8 تا 40 تا 20 دلار میشه 800 دلار هفته ای 4 هفته ای میشه 3200 زب در 4 اش بکن چقدر میشه ماهی خب 2720 دو 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 تو میتونی ماهی در یه آدم حالا اینجا قیمت خونه وحشتناک رفته بالا خب یعنی چی میای چی میشنوی یعنی من یه خونه دارم که دارم اجاره میدم 1800 این مستجم که بره بیرون نفر بعدی دو پونسد اجانه میکنه خب خیلیه من اولین باری که اجاره دادم 1300 دادم بعد شد 1400 بعد شد 1500 بعد شد 1600 بعد شد 1800 بعد یه 2500 یه خیلی وحشی شده حالا این قیمت هست خونه ی خوابه الان 2000 دلار بعد پول بدی براش بخوای پیدا کنی دو خوابه 2500 برای همین اتفاقی که میفته اکثر آدمایی که تو اون پوزیشن که تو میگی هستن بیان یه رومیت میگیرم بیا اینجا نشون بده خودتو سلام سلام من یونیکورنم دوست داری با کی شیشی بر به هری دیدو بگو هپی هالووین هپی هالووین هپی هالووین بگو لطفا لایک و سابسکرایب کنین بحث سابسکرایب. راجع به چی بود بیا به کانال این اتفاق ها میافته هپی هلووین <تصح> دمتون گرم به این خوش بگذارنی واسه هم می اتفاقی میفته اکثرا دوتا خونه میگیرن نفری 1200 1300 میذارن یه خونه به قول معروف انجام میشه و رام میشه بعد جای دیگه هم هست میتونی مثلا اتاق توی خونه اجاره بکنی الان اتاق بین 800 تا 1200 هست که تو یه اتاق میگیری و بس خب کلی میتونی پول سیو کنی چون دیگه پول گاز نداری برق نداری نمیدونم پول بیمه نداری بستگی داره خودت چجوری جوری کنی یعنی تو میتونی با اون پول یه خونه واسه خود تنهایی بگیری یه غذای خیلی معمولی هم واسه خود نه معمولی یعنی غذا خود درست بگی نه بیرون غذا بخوری منظورمه به نظر تو با ماهی 2700 تا یک نفر راحت میتونه زندگی کنه همش بستگی به تو داره من اگه خودم هفته, هفته یه بار یه غذای بیرون بخوره یه کلاب بره دیگه تفریح دیگه نمیمونه که همش هم داره کار میکنه دیگه الان بیشتر پول داره واسه اجاره میده دیگه تو اگه بتونی جایی که میگیری کوچیک آره. باشه و مناسب باشه با دو نفر بگی تمام من مثلا دو تا دوست داشتم یه خونه یه خوابه داشتن دو نفری با هم تو اتاق میخوابیدن دو تا پسر یا تخت گنده گرفتن رفیقم بودن سالون هم اجاره داده بودن بعد مثلا اجارشون بود 1700 دلار سالون اجاره دادن 700 دلار برای خودشون گفته بود نفری 500 دلار خب یارو دو 2200 اضافه پول داشت خب اون 2200 قشنگ میرفت چیز دیگه میتونه برای خودش پول جمع کنه سیو کنه آماده کنه کار جدید درست کنه هزار تا راه آینده داره هزینه حمل و نقد عمومی چطوره که آقا مثلا یارو یه جای پرت خونه بگیره 800 دلار بعد مثلا ماهی فقط باید 500 دلار هزینه اتوبوس بده بیاد سر کار اتوبوس فکر مين... برای 150 دلار تموم بشه ماهی ماهی میگم یه پس هست 150 دلار میگیری بعد این پس چیز دیگه میدونی همه جا بری باش تو کل شهر کل ماه ولی از نظر عمومی خیلی بده یعنی راهی که مثلا با ماشین 20 دقیقه یک ساعت و ده دقیقه طول میکشه در صورتی که مثلا تو خیلی جای دنیا اتوبوس و قطار تندتر از ماشین میرن اتوبوس بعد سقفش مثلا یه متره بعد بارون که بیاد باد بزنه میزنه تو خب ما در می میدونین که دارین کجا خوب مثلا میسازین خب این سقف رو جلوتر درست کنین بیارینش پایین بعد آوردن پایین این آدم هوملس ها میمدن توش میگفتن میخوابیدن بعد انداختنشون بیرون میزدن می میدونین یعنی راحت هم نیستش که یعنی واقعا شاید بدترین وسایل نقلیه عمومی دنیا رو فکر میکنم تو کانادا داشته باشه چون خیلی بزرگه وحشتناک بزرگه و جمعیتش پول دارن استفاده نمیکنه تو کانادا از هر دو نفر سه تا ماشین دارن یه تایمی بود وا چقدر خوب بود نمیدونم چرا این کارو کش عقش نرسید راننده اتوبوسا رفتن چیز اعتصاب که ما دیگه کار نمیکنیم بیشتر پول میخوایم بعد این اتفاق تو تورنتو افتاد دوازده ساعت چهارده ساعت تموم شد یعنی به فردا نرسید صبح گفتن تا دوازده شب مشکل حل کرده بودن که آقا اوکی چقدر اضافه پول میخوایم فلان بهتون میدیم بگر این سر کار ونکوور رفتن تو چی رفتن تو استرایک مثلا ما که به چپمون هم نبود چون حد دو نفر صد نفر ماشین دارن و همه داشتن با هم رانندگی میکردن سر کار اون کسی که ماشین داشت اونی که ماشین داشت, داشت، پیکاپ کرد می آورد خیلی راحت و این حرفا آقا اینا هفت ماه یا پنج ماه اینا توی اعتصاب بودن ببین شهر تمیز شده بود ترافیک از بین رفته بود کامل فکر کنم مثلا یه خیابونی که ساعت چهار بسته بود تو بعد 40 دقیقه توش میسازی بیای بیرون هیچ چی توش ماشین نبود ماشینا همه 60 کیلو داشتن ساعت 4 و چرا چون اتوبوس تو چه می اومد هی وای میستاد لاین راست رو میبست بعد ماشینه میخواست بیاد بی چپ بی چپ بی چپ ترمز میکرد این بود که ترافیک رو درست میکرد اتوبوسو که در اورده بودن خیابون مستقیم ماشینا میرفتن دیگه ترافیک به وجود نمی اومد. اصلا نمیدونید چقدر عالی بود بعد شیش ماه اومدن که اینا اومدن بیرون و دوباره همون روزی که اومدن فرداش ریده شد توی شهر ولی در اصل میگم ونکوور که جایی دونست که من اگه شهرش بودم اصلا قطع میکردم این چیز عمومی رو گفتم به جای که اینقدر پول بذاریم براتون پول تاکسی میدیم هفت تا تخفیف بهتون میدیم تاکسی بگیریم بریم چون همه جا دور بر راه بری بعد بارون میاد همیشه سرد ولی در اصل هست و مایی 100 دلاره 150 دلار این آشغال خب حالا یه سوال اگه یه نفر بخواد یه دونه ماشین بگیره چطوری میتونه بگیره پولم نداره دیگه قصی میخواد بگیره ماشین فقط میریم به ماشین فروشی میگیم ماشین میخوام بهت میدن یه هیچی ازت نمیخواد من مثلا یه دونه ماشین بگیری هوندا سی بیک بخری 9 no. 450 دلار ماهیونش میشه 50 دلار شرورای دیگه ماهیونش میشه مالیات و بهره و این چیزاش مثلا خرج میشه 500 دلار بیمت میشه 200 دلار بنزین میشه 400 دلار یعنی تقریبا 1000 1200 دلار خرج آره ماشین داشتن اینجا خیلی گرونه یعنی کار آسونی نیست ماشین داشتن گرونه اتوبوس هم سخته. آره اتوبوس بعدم ده. سخته. یعنی واقعا بد سخته. از این چیزا مود شده که از این اسکوترها که برقی هن و اینا, اینا، اینا که تو داون تاون زندگی میکنن که خونه ها پر وسطش یعنی مرکز شهر زندگی میکنن، خب اونا خیلی جواب میده. مخصوصا توی تابستون که هوا خوبه، خیلی اونا دیگه راحته. باهاشون بریم من اون اونور. بر. ولی توی زمستون و پاییز واقعا افتضاحه حتی بهارم میتونی بگی توش یعنی نه ماه سال اینجا واسه بیرون ساخته نشده یا هشت ماه بخوای فشار بدی پیشنهادم پیشنهاد اینه که نزدیک کارت خونه بگیر یا در واقع کارت و نزدیک خونت به چرخ پیدا بکن و تا میتونی جمع کن که بتونی به ماشین برسی ماشینم حتما دست دوم بخره اول با 5 هزار دلار یه ماشین دست دوم میشه خرید بعد دیگه نه پیمن داری نه هیچ یه بیمه داری یا بنزین با مثلا 500 600 دلار تو جمعش کنی اگه امکانش شده برقی بخری بنزین هم دیگه نداری باز کلی اونجا سیو میکنی فقط یه پول بیمه میمونه مثلا برقی الان زیر 15 تا نمیتونی پیدا کنی ولی در صورت آپشنش هست من اگه خودم می اومدم ماشین برقی 100 درصد میگرفتم سعی میکردم تا میتونم پولمو جمع بکنم که به خونه برسم چون خونه خیلی اینجا گرونه و بعد 100 درصد گرانتر میشه چون سال یک میلیون تا آدم جدید داره میاد به علاوه آدم که اینجا به دنیا میان به علاوه دانش آموزای اینترنشنالی که میان اینجا یعنی جمعیت کانادا وحشی داره میره بالا تو توی تاریخ کانادا هیچ وقت انقدر جمعیتش نرفته بالا که الان داره میره بالا و الان هم بالاترین جمعیت رو داره یعنی تو بالاترین جمعیتش بیشترین جمعیت هم رشد داره الان مثلا یه پزشکم صحبت میکنم توی هلند بود بعد میگفت اینجا مثلا در سال دو تا خونه رو میبینی که جلوش مثلا از این چیزای نارنجی میذارن و دارن کامیون میاد بار خالی میکنه و که دست میزنن توش عوض کنن اینا میگفت کسی نه خونه میسازه نه کسی خونه میفروشه همین جمعیت ها هستیم ده نفر میمیرن ده تا به دنیا اومدن دو نفر میرن دو نفر میان خیلی آرومه ولی کانادا همه هستن سالم یه میلیون دلار اضافه میشه یه میلیون دلار اضافه میشه قیمت خونه میره بالا همین اجاره میره بالا هر چیز زودتر تو این بازی بتونی وارد برند چی برنده بیشتر خواهی شد چون این بازی همیشگی نخواهد بود شاید 5 سال 15 سال دیگه وایسه بعد قیمت خونه دیگه وای میسم مثلا من خونم الان 2 میلیون دلاره امکان داره مثلا تا 5 میلیون دلار هم بره ولی دیگه 10 میلیون نمیره میفهمی چی میگم 4 6 وای میسه خرج خورده خوراک هم دوباره میگم باز بسیب خود داره دمتون گرم امیدوارم به درد کسی خورده باشه همین سوالی داری نه عالی دمت گرم چاکس